در طول تاریخ بیماری های زیادی وجود داشته، اما هیچ کدومشون نتونسته به اندازه جذام روی انسان ها تأثیر وحشتناکی بذاره. اونقدر بد که حتی وقتی اسمش هم میشنویم احساس خوبی بهمون دست نمیده. کلمه جذام افرادی رو تعریف میکنه که قسمت هایی از بدن و صورتشون رو از دست دادن، ولی در حقیقت این یه بیماری متفاوته. بیماری که هنوز راه قطعی انتقالش معلوم نیست و برای همین مردم از کسایی که این بیماری رو دارن به شدت میترسن. شاید فکر کنید این بیماری به قدیم و دوران قرون وسطی برمیگرده، ولی هنوز هم حدود 200 هزار نفر در سال تحت تاثیر این بیماری قرار میگیرن. امروز قرار راجع به این بیماری صحبت کنیم، اینکه چطور باش مقابله میشه، چه تاثیر روی افراد میذاره و از کجا شیوع پیدا میکنه. عامل بیماری جذام یه نوع باکتری به اسم مایکوباکتریوم لپرا هست که در بدن افراد بیمار وجود داره. این باکتری به شدت عجیب و غیر عادیه. بیماری های دیگه باکتری هایی دارن که در ظرف چند دقیقه ممکنه دو برابر بشن. مثلا بعضی از سویه های باکتری ایکولای در دل و روده که موجب مسمومیت غذایی میشن میتونن در ظرف هر 20 دقیقه تقسیم و دو برابر بشن، اما در مایکوباکتریوم حدود 14 روز طول میکشه تا یه باکتری در بدن به دو باکتری تقسیم بشه. این باکتری رو نمیشه در دستگاه‌های آزمایشی بررسی کرد و فقط توی بدن موجودات زنده، اونم به کندی قادر به رشده و فقط میتونه داخل یه سلول زنده تکثیر بشه. در حیات وحش تنها یکی از ناقل‌های باکتری جذام که باعث این بیماری میشه پیدا شده و اون حیوان پستانداری است که تقریبا شبیه موش صحرایی بزرگ با پوزه دراز و پوست ضخیمه، یعنی آرمادیلو. آرمادیلو یه جانور بومیه که اولها فقط در آمریکای جنوبی زندگی میکرد، ولی زیستگاه این جانور که از حشرات تغذیه میکنه الان سراسر آمریکای مرکزی و جنوب آمریکای شمالیه. آرمادیلو رو برای گوشت شکار میکنن و طبق بررسی پژوهشگران 62% از آرمادیلوهایی که شکارجان به دام انداختن مبتلا به جذام، یعنی باکتری مایکوباکتریوم بودند. در آمریکا آرمادیلوها باعث افزایش تعداد جذامیا در فلوریدا معرفی شدند، ولی اینکه آرمادیلوها تا چه اندازه باعث پخش جذام در بین انسان‌ها شدند هنوز معلوم نیست. جذام افرادی رو تحت تاثیر قرار میده که سیستم ایمنی خیلی ضعیفی دارند، کسایی که دچار سوء تغذیه هستند و کسایی که در شرایط بد زندگی می‌کنند. بیش از 95% افراد به طور طبیعی در مقابل این بیماری ایمن هستند و دچارش نمیشن. این بیماری هرگز روی اکثر افراد تاثیر نمیذاره. حتی زمانی که کسی به این بیماری مبتلا میشه، این بیماری اونقدر آهسته تولید مس میکنه که ممکنه سالا طول بکشه تا علائم بیماری ظاهر بشه. به خاطر غیر معمول بودن باکتری، اطلاعات زیادی ازش در دسترس نیست، ولی بیایید با این افسانه شروع کنیم که جذام میتونه باعث از بین رفتن انگشتای دست یا انگشتای پاها بشه، یا اینکه گوشت رو به سادگی از بدن از بین ببره. و این اتفاق یعنی اگه عضوهای بدن جذامی به جای بخوره یا بریده بشه یا توی آتش سوخته بشه، اون فرد هیچ چیزی رو احساس نمی کنه. بهتر بگم یه جوری اون قسمت بدنش از کار میفته و وقتی که اندام ها بی‌حس میشن به اونها توجهی نمیشه و کم کم عفونت های پوستی ظاهر میشن. اگه به این عفونت ها رسیدگی نشه یا تحت درمان قرار نگیره، اندام ها آسیب میبینن و اون موقع شاهد جذب اندام ها توسط خود بدن میشین. مثلا اینو تصور کنید که انگشته دستتون توسط بدن خودتون تجزیه بشن. اگه از جذام پیشگیری نکنید و تحت درمان قرار نگیرید، این بیماری پیشرفت میکنه. جذام درمان نشده میتونه منجر به علائمی مثل فلج شدن، تغییر شکل بینی، کوری، کوتاه شدن انگشتان پا و انگشتان دست به دلیل جذب مجدد غضروف توسط بدن بشه. این بیماری در مردم میتونه حتی روی بیزه هاشون هم تاثیر بذاره و این اتفاق باعث میشه اونا نابارور بشن. جذام یکی از قدیمی ترین بیماری هایی است که بشریت رو تحت تاثیر قرار داده. شواهدی وجود داره که نشون میده جذام 2000 سال قبل از میلاد در شبه قاره هند وجود داشته. جذام 600 سال قبل از میلاد
توسط پزشکیان هندی و چینی به عنوان یک بیماری شناخته شد. احتمال داده میشه که یکی از اولین ناقلین بیماری ارتش اسکندر بزرگ بوده و در زمان حمله ارتشش به کشور هند اتفاق افتاده و از اونجا به اروپا و بعدش به آفریقای شمالی سرایت کرده. در اون زمان از جزام اطلاعات زیادی نداشتن، برای همین درمانهای نادرستی برای مقابله با جزام انجام میشد. یکی از اون درمانها حمام کردن در خون بره ها بوده. بعضیا هم معتقد بودن این صرفا یه بلای الهی از طرف خدا به خاطر گناههایی که اون فرد انجام داده. جدا کردن افراد مبتلا از افراد سالم به عنوان وسیله‌ای برای جلوگیری از شیوع بیماری بود. بیمارای جزامی لباسهایی می پوشیدن که اونا رو جزامی نشون میداد و مجبور بودن این ننگ رو تحمل کنن. و خونه های جزامی زیادی توی انگلیس در قرن 11 و 14 ساخته شد تا از بیماران نگهداری بشه. یکی از مشهورترین بیمارای جزامی پادشاه بالدوین 4 پادشاه اورشلیم بود. توی بچگیش واضح بود که به این بیماری مبتلا شده، اما به طور رسمی اعلامش نکردن که پادشاه بدنام نشه. در دنیای امروزی ما به دارو و درمان جزام دسترسی داریم، هرچند که ضروریه در اسرع وقت از این بیماری پیشگیری بشه. بعد از مبتلا شدن باید تعدادی از داروهای آنتی بیوتیکی رو با هم مصرف کنید که به عنوان یک درمان چند دارویی برای مقابله با باکتریا شناخته میشه. زمانی که بیماری درمان نشه آسیب‌های بزرگی میزنه. این بیماری بیشتر در کشورهای ضعیف مثل هندوستان، برزیل و اندونزی پیدا میشه و بیشتر از 50% افرادی که جدیداً به جزام مبتلا میشن هندی هستن. جزام عمدتاً در مناطق نیمه گرم سیری آفریقا، آسیا، آمریکای مرکزی و جنوبی پیدا میشه. متاسفانه جزام در ایران هم هست و طبق آمار دفتر مدیریت بیماری‌های واگیردار وزارت بهداشت تا پایان سال 1401 تعداد 11906 نفر به جزام مبتلا شدند. سازمان جهانی بهداشت در تلاش تا تأثیر و گسترش جزام رو کاهش بده. برخلاف تصور رایج مردم، جزام در واقع خیلی مصری نیست. نه اینکه مصری نباشه، انتقالش به این راحتی‌ها نیست. جزام از طریق تماس اتفاقی مثل دست دادن و بغل کردن و کنار هم نشستن منتقل نمیشه. و اگه به بیمار دست بزنید یا بهش نزدیک بشید، اونم فقط برای چند دقیقه، بیماری به شما منتقل نمیشه. همچنین از طریق رابطه یا از مادر به جنین هم منتقل نمیشه. در واقع ارتباط نزدیک و طولانی مدت با فردی که ماهاست درمان نشده باعث منتقل شدن بیماری میشه. این باکتری بیشتر از طریق تماس با بزاق یا مخاط فرد بیمار پخش میشه. البته به خاطر اینکه این باکتری رو مثل باکتری های دیگه توی آزمایشگاه نمیشه رشدش داد، نمیشه قطع به یقین گفت که از چه راههایی منتقل میشه یا نمیشه. نشانه های وجود جزام میتونه اینا باشه: لکه های رنگ پریده یا صورتی در پوست، زخم در کف پا، گرفتگی بینی و خونریزی بینی، تورم یا توده روی صورت یا لاله گوش، بیحسی اندام های آسیب دیده، خوش شدن پوست، ضعف یا فلج عضلانی و مشکلات بینایی. طبق تحقیقات بعضی از خانواده ها نسبت به دیگران احتمال بیشتری برای ابتلا به این بیماری رو دارن و یه فرد ممکنه استعداد ژنتیکی به این بیماری رو داشته باشه. علائم بیماری به خاطر رشد خیلی کند باکتری ممکنه بین 5 تا 20 سال طول بکشه تا ظاهر بشه. برای همین شاید شما جزام داشته باشید و این موضوع رو بعد 5 سال دیگه بدونید. اما تشخیص زود هنگام جزام و درمان اون باعث میشه این بیماری کاملا درمان بشه. پس لطفاً بهداشت و تغذیه خوب و سالمی داشته باشید تا از این بیماری جلوگیری کنیم. اینجا هم یه ویدیو دیگه نشون داده میشه که شاید ازش خوشتون بیاد. مرسی که تا آخر ویدیو رو دیدید. دوست داشتید لایکش کنید. دست ریچیم باگا.